سلام و وقت بخیر با رویدادهای خبری استدیوی آزادی با من جاوید نعیمی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 11 جدی مطابق اول جنوری سال 2020 است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که 750 سرباز دیگر را به شرق میانه می فرستد. شمار از این نظامیان به عراق رسیدند. سربازان اضافی پس از آن در شرق میانه افزایش می‌یابند که هزاران تن از معترضان خشمگین دیروز بر سفارت آمریکا در بغداد هجوم آوردند. این اعتراض‌ها امروز هم با شدت ادامه یافت. هلیکوپتری که در فضای شهر بغداد دیده می‌شود نظامیان آمریکایی را به سفارت این کشور انتقال می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه شب در مراسمی که به مناسبت سال نو در فلوریدا برگزار شده بود از نظامیان کشورش ستایش کرد. فکر می‌کنم برخورد درست شد. نیروهای بحری ما آنجا رسیدند. یک تعداد جنگجویان توانا داریم که وظیفه‌شان را خیلی به خوبی پیش می‌برند و طوری که شنیدم آنها در فرصت زود آنجا رسیدند. صبح سه‌شنبه ده‌ها تن از اعتراض کننده های شیعه وارد سفارت آمریکا در بغداد شدند. شمار مجموع اعتراض کننده ها هزاران تن گفته شده. این تهاجم دو روز پس از آن صورت گرفت که در نتیجه حملات هوایی آمریکا در عراق و سوریه 25 تن از گروه کتایب حزب الله کشته شدند. دو سرباز هندی در نتیجه درگیری با شورشیان در کشمیر تحت اداره هند کشته شدند. این رویداد در حال صورت گرفته که از امروز ارسال و دریافت پیام‌های کتبی تلفنی یا اس‌ام‌اس در کشمیر پس از 5 ماه از سر گرفته شد. درگیری امروز در منطقه رجوری کشمیر تحت اداره هند رخ داد. اردو می‌خواست عملیات جستجو را در این محل راه اندازی کند که به آغاز درگیری‌های مسلحانه با شورشیان انجامید. در مورد کشته شدن دو سرباز اردوی هند در این درگیری جزئیات داده شده، اما تا هنوز آمار ندادند که شورشیان چند کشته و زخمی داشتند. کشمیر در چند ماه گذشته شاهد درگیری های پراگنده بوده، به ویژه از هنگامی که امتیازهای این منطقه برداشته شد. با آنکه وضعیت فروکش نکرده، اما از سرگیری خدمات اس‌ام‌اس یعنی پیام های کتبی تلفنی بر چهره های برخی از باشنده های کشمیر خوشحالی آورده است. این خدمات 5 ماه پیش به دنبال برداشتن امتیازهای ویژه کشمیر و جلوگیری از گسترش اعتراضها متوقف شده بود. شمار تلفات آتش سوزی ها در استرالیا طی 3 روز گذشته به 8 تن رسیده است. بیشتر آسیب ها به جنوب شرق استرالیا وارد شده. چند شارا هم در این مناطق طی چند روز گذشته برای ترافیک بسته ماندند. آسیب‌ها در مناطق نیو ساوت ویلز و ویکتوریا از شدت آتش سوزی های اخیر در استرالیا حکایت می کنند. موج تازه از آتش سوزی ها از دوشنبه به این سو بیشتر مردم را زیانمند ساخته. با 8 قربانی اخیر شمار مجموعی تلفات در آتش سوزی های چند ماه در استرالیا به 18 تن رسیده. بیش از 200 خانه هم در چند روز اخیر در آتش سوختند. استرالیا اقلیم متفاوت از سایر کشورها دارد و اکثرا در فصل زمستان در جهان شدیداً گرم می شود و آتش سوزی ها مناطق خشک آن کشور را زیانمند می سازد. اداره رویدادهای طبیعی استرالیا تخمین می کند که روز شنبه آینده گرما افزایش می یابد و مردم باید از مناطق آسیب پذیر انتقال داده شوند. ده‌ها هزار تن امروز در اعتراض‌های ضد حکومتی در هانگ کانگ اشتراک کردند. از ماه جون پارسال اعتراض‌ها در هانگ کانگ آغاز شده و نزدیک به 6,500 تن از سوی پلیس بازداشت شدند. اکثریت از اعتراض کننده‌های امروز در هانگ کانگ لباس سیاه بر تن کردند. آنها همزمان با تجلیل از مراسم سال نو در سایر کشورهای جهان به جاده‌ها سرازیر شدند. شب گذشته در هانگ کانگ مراسم آتشبازی به پیشواز از سال نو برگزار نشد. حکومت ممانعت وضع کرد. به جای آتشبازی هانگ کانگ با روشن کردن چراغ‌ها به استقبال سال نو رفت. فکر می‌کنم خیلی روز مهم است. در سال نو هم ما برای دموکراسی و آزادی مبارزه می‌کنیم. شماری از اعتراض کننده‌ها راه‌های مرکزی شهر را بستند. اما پلیس جلوی آنها را گرفت و با استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های رابری آنها را پراگنده ساخت. شهرها و کشورهای مختلف جهان از آغاز سال و دهه نو با مراسم ویژه تجلیل کردند. دبی، سیدنی، لندن، پاریس و نیویورک باز هم
در فهرست شهرهایی قرار گرفتند که بهترین آتش بازی ها را به اجرا گذاشتند. شهر دبی در این لحظات به استقبال سال 2020 میلادی رفت. آتش بازی برای 10 دقیقه در برج خلیفه، مرتفع ترین ساختمان امارات متحده عربی، ادامه یافت. در لندن منظره شهر با آتش بازی ها زیبا شد. میدان تایمز نیویورک هم با تجمع هزاران تن با شور و شادی زیاد به استقبال سال نو رفت. سیدنی استرالیا از نخستین شهرهایی بود که آسمان آن در ساعت 12 شب چراغان شد. بیشتر مراسم در کشورهای جهان به خاطر آغاز دهه نو با ویژگی های زیادی به همراه بود. بزرگ داشت از مراسم سال و دهه نو در شمار از شهرهای جهان. سپاسگزارم که با استدیوی آزادی همراه بودید. در صفحه اینترنتی ما، شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم رادیو آزادی را دنبال کنید. وقت هر یکتان خوش.